کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. تاریخ مشروطه. برآمده از حوادث و رویدادهای پیش و پس از انقلاب مشروطه. اثری پژوهیده و بسیار گرانقدر از احمد کسروی. احمد کسروی نویسنده، دگراندیش، ادیب و مورخ قرن 13 و 14 شمسی. صفحه 206. چنان که گفتیم، موسیونوف چند کار بزرگی را در دست خود می داشت و اداره های گمرک و پستخانه و تلگراف خانه و صندوق مالیه همه در چنگ وی می بود. راستی را این بلژیکیان برای دیگران کار می کردند و این بود با پشتیبانی آنان پیشرفت بسیاری کرده و بدین سان همه رشته های درآمد را در دست خود گرفته بودند و آشکاره به بهم زدن کارهای ایران و خوشانیدن سرچشمه های درآمد دولت می کوشیدند که نیاز کشور را به وام گرفتن از بیگانگان بیشتر گردانند. از همینجا اندازه زبونی و ناتوانی دربار قاجاری روشن می گردد. چند تن بیگانه را آورده و رشته کارهای بزرگ را به دست آنان سپرده و با آنکه دشمنی و بدخواهی آنان را با چشم می دیدند پروای نمی کردند و با صد بیدردی روز می گذرانیدند. چنان که گفتیم، آزردگی از دژرفتاری بلژیکیان و بدخواهی آنان یکی از انگیزه های جنبش تهران بود و همه کوشندگان دل پر از کینه آنان می داشتند. همچنین سعدالدوله از زمان وزیر تجارتی خود کینه های بسیار از آنان در دل می داشت. از هر باره مجلس آماده می بود که از نوز و همدستان او به بدگویی پردازد و به کوتاه کردن دست های آنان کوشد و این پیش آمد گفتگو از بودجه زمینه برای چنان کاری آماده می گردانید. چیزی که هست، بلژیکیان نیز ناآگاه نمی بودند و بیکار نمی ایستادند. محمد علی میرزا با آن گرایشی که به همسایه شمالی می داشت از نگهداری آنان دست بر نمی داشت و میدانی به آن که گفتگو از میان بیاید نمی داد.
وزیر مالیه ناصرالملک که پس از چند بار درخواست سعدالدوله روز 26 دی ماه دو روز پیش از تاجگذاری به مجلس آمد، میرزا ابوالحسن خان نماینده فارس از او پرسید عایدات اداره گمرک چقدر است؟ ناصرالملک پاسخ داد گمرک وزیر علاحد دارد، باید این مطلب از او سوال شود. چیزی که هست ما میتوانیم آنچه که به ما صورت دادند بگوییم. میرزا ابوالحسن خان گفت چرا باید گمرک وزیر مخصوصی داشته باشد و در تحت اداره وزیر مالیه نباشد؟ ابدا ملت اطمینان به این مطلب ندارند. ناصرالملک به این پاسخ نداده، گفت مطلبی که راجع به من باشد در جوابش حاضرم. هرچه سعدالدوله و دیگران در این باره پرسیدن از گردن خود انداخت و پاسخ نداد. چه راستی آن بود که نوز در کار خود جدا می بود و به وزیر مالیه پروانی می کرد و حساب هم نمی داد و ناصرالملک تنها نام وزیری مالیه را می داشت. این گفتگوها در مجلس اندازه چیرگی بلژیکیان را آشکارتر می‌گردانید و از آن سوی زشتکاری‌های پیشین آنان را در زمان این دوله به پیش چشم‌ها می‌آورد. این بود بارها می‌پرسیدند چرا باید یک تن بیگانه را وزیر گردانند. ناصرالملک می‌گفت این را بنویسید و صدر اعظم بپرسید. این خود داستانی شد که بپوشند و آن بیگانگان بدخواه را براندازند. پس از گفتگوها نامه از سوی مجلس به صدر اعظم نوشتند که وزیران را به مجلس بشناساند و زمینه کار و اندازه پاسخدهی هر یک را روشن گرداند. از این دو نتیجه را می‌خواستند، یکی آن که نوز که او را به مجلس نتوانستند شناسانید از وزیری بیفتد، دیگری این که وزیران خود را در برابر مجلس پاسخده شناسند و هر زمان که مجلس خواستشان بیاید بیایند. در نتیجه این نامه روز پنجشنبه دهم بهمن 16 ذی‌الحجه 8 وزیر که سپس نامهایشان را خواهیم آورد به مجلس آمدند و صدر اعظم نوید داده بود که در نشست دیگر خود نیز بیاید. با وزیران گفتگو به میان آمد ولی نتیجه‌ای که خواسته میشد به دست نیامد. وزیران پاسخدهی را در برابر مجلس به گردن نگرفته و نبودن قانون را بهانه آوردند. هنگامی که پرسیده شد آیا جز این 8 وزیر دیگری هست، وزیر داخل پاسخ داد این مطلب را باید از صدر اعظم پرسید. از ناصرالملک درباره گمرک پرسیده شد که آیا پاسخدهی آن اداره را به گردن خود می‌گیرد یا همچون آن روز از گردن می‌اندازد. پاسخ گفت ترتیب دیروز و امروز همان است، فرقی نکرده. بدین سان مجلس بی نتیجه به پایان رسید. شناسانیدن وزیران به مجلس. روز 13 بهمن ماه 19 ذی‌الحجه چون مجلس برپا گردید، حاجی محتشم السلطنه از سوی صدر اعظم به آنجا آمد و نظامنامه مجلس سنا و امتیاز نامه بانک ملی را با خود آورد و نامه از صدر اعظم رسانید که در آن وزیران را شناسانیده و کار یکی را نشان داده بود. بدین سان مشیر السلطنه وزیر عدلیه، ناصرالملک وزیر مالیه، علاءالسلطنه وزیر امور خارجه، وزیر افخم وزیر داخله، علاءالملک وزیر علوم، فخرالملک وزیر تجارت، دبیرالدوله وزیر لشکر، مهندس الممالک وزیر معادن و طرق و شوارع. چنین نوشته بود آنها مسئول ذات اقدس همایونی هستند و هر وقت وجود آنها لازم باشد در مجلس خودشان یا معاون ایشان حاضر خواهند شد. نمایندگان در پیرامون این نامه به گفتگو پرداختند و در چند زمینه سخن به میان آمد. نخست درباره وزیر لشکر ایراد گرفتند. چگونگی این بود که از دیرباز وزیر جنگ کامران میرزا بود و کنون می‌خواستند همو وزیر جنگ باشد، ولی او را به مجلس نمی‌شناسانیدند و به جای او دیگری را به نام وزیر لشکر می‌شناسانیدند. دوم
به پاسخدهی وزیران در برابر شاه ایراد گرفتند، زیرا معنی آن پاسخده نبودن آنان در برابر مجلس می بود. محتشم السلطنه پاسخ داد: شما قانونی برای وزیران ننوشته اید تا در پیرامون آن پاسخده مجلس باشم، و به نیمسان بهانه آورد. سوم پرسیدم: آیا جز از اینها وزیری هست یا نه؟ پاسخ داد: وزرایی که از طرف سؤال و جواب هستند اینها هستند. میر هاشم دوشی پرسید: پس آن وزرای دیگر چیست؟ پاسخ داد: وزرا بر دو قسمند، وزرای لقبی، وزرای شغلی. گفتگو بسیار شد. نمایندگان هرچه پرسیدند، حاجی محتشم السلطنه یک پاسخ سرسری داد. راستی این بود که محمد علی میرزا مجلس را خار می گرفت و چنین می خواست که پدرزن خود کامران میرزا را در وزیر جنگی نگه دارد، بی آنکه کسی بتواند از او باز پرسی کند. همچنین موسیونوز و دیگر همشهریان او را در آن کارهایی که می داشتند بگذارد، بی آنکه مجلس یا وزیر مالیه بتواند از آنان حساب خواهد یا بازخواست نماید. پس از همه مجلس را از نیرو انداخته وزیران را به زیر دست آن ندهد و خود در زیر دست خود نگه دارد. معنی اینها از میان بردن مجلس و برانداختن مشروطه می بود. یک مجلسی در میان خواستی بود، ولی تنها برای قانون گذاردن و به هیچ نیرویی. بدین سان محمد علی میرزا آنچه را که پدرش داده بود پس می گرفت. مجلس خواسته بود وزیران را زیر دست خود گرداند و نوز را از کار براندازد. محمد علی میرزا نیرنگ پیش می آورد که خود آن را بیکاره گرداند. شگفت‌تر آنکه مجلسیان معنی پیش آمد و اندازه زیان آن را نمی دانستند و این بود تنها به گفتگوهای خودسرانه بس می کردند. در این میان گفتگوها یک تندی که دیده شد از سعد و دوله بود. بدین سان چون محتشم السلطنه نامه صدر اعظم را خواند و تنها یک پرسشی درباره وزیر لشکر رفت و او پاسخ داد، آغاز کرد به خواندن نامه دیگری از صدر اعظم درباره امتیاز بانک ملی و میخواست چنین بانماید که آن نوشته صدر اعظم یک چیز ساده است و جای گفتگویی درباره آن نیست و این است میباید درباره بانک ملی گفتگو شود. سعدالدوله در قبال این تندی نموده چنین گفت: شما این امتیازنامه و این سند را دادید سر ما را بپیچانید و فردا بیایید و بگویید که 2 کرور قرض داریم باید بدهید. کسانی از نمایندگان که سنیع‌الدوله و خیشاوندانش مخبرالملک و حسین قلی خان و هواداری از دولت نموده می‌کوشیدند آن نوشته چنان که بود پذیرفته شود. حسن علی خان می گفت: نوز را چون به شما نشناسانیدند همین بس است، شما چه کار می دارید که باز وزیری هست یا نه؟ مخبرالملک نیز آن را می گفت. تقی‌زاده و سعدالدوله و دیگران ایستادگی می نمودند ولی نتیجه نمی داد و محتشم السلطنه به همگی پاسخ می گفت. درباره نوز تنها به این بس کردند که نام وزیر ندارد و تقی‌زاده پیشنهاد کرد که در نوشته صدر اعظم در آنجا که می گوید وزرا اینها هستند یک کلمه لاغیر افسوده شود. محتشم السلطنه آن را هم نپذیرفت و چنین بهانه آورد: این مطلبی که شما می گوید در اینجا توضیح واضحات خواهد بود. نشست با این گفتگوها به پایان رسید. در نشست دیگر ادیب التجار نماینده اصفهان درخواست که باز در آن باره گفتگو شود. سنیع‌الدوله خرسندی نداد و چنین خواست که نظامنامه مجلس سنا را به گفتگو گذارد، ولی نمایندگان خاموش نشدند و خواه و ناخواه گفتگو به میان آمد و کار به آزردگی کشید. سنیع‌الدوله از مجلس برخواسته به اتاق دیگر رفت و نمایندگان نیز رفتند. پس از چندی که بازگشتند سنیع‌الدوله گفت: اگر میخواهید مجلس فایده به حال ملت داشته باشد باید کار کرد، از منازعه و مشاجره لفظی هیچ فایده حاصل نخواهد شد. این است نظامنامه مجلس سنا، اول شروع به مذاکره و تصحیح آن باید بشود، بعد هم به همین ترتیب مشغول کار باید شد. این را گفت و نظامنامه سنا را به گفتگو گذاشت و آن گفتگو را به اکمیان از میان برداشت. نمایندگان نیز گردن نهادند.
بدینسان محمد علی میرزا استادانه نقشه خود را به کار بست و درباریان خود را فیروز می شمردن. چیزی که هست جنبش ناگهانی تبریز حال را به هم زد و نقشه را دیگرگون کرد. ما نیک نمی دانیم تبریزیان چگونه از این پیش آمدها آگاه می شدند و اندیشه های درونی محمد علی میرزا را در می یافتند. آن را که در تهران از نزدیک نمی دانستند، آنان در تبریز از دور می دانستند. این زمان از نمایندگان آذربایجان جز دو تن که تقی‌زاده و میر هاشم باشند در تهران نمی بودند. به میر هاشم جز گمان بد نتوان برد و می توان گفت تقی‌زاده این آگاهی ها را به تبریز می داده است. چیزی که هست چرا او خود در مجلس نمی گفت؟ چرا معنی این رفتار محمد علی میرزا را که از میان بردن مشروطه می بود آشکار نمی گردانید تا مردم بدانند و بشورانند؟ اینها را نیک نمی دانیم. شورش بهمن ماه در تبریز پس از راه انداختن نمایندگان آرامش بود. چون آگاهی از مرگ مظفرالدین شاه رسید، اندوه خاری نمودند و تلگراف به دارالشورا فرستادند. سپس چون آگاهی از تاجگذاری پسرش رسید، 5 شب چراغان کردند. از آن پیش آمدها آگاهی نمی بود، ولی چون قانون اساسی رسیده بود، آن را نارسا می یافتند و خورده به آن می گرفتند. نیز ناایمنی های در آذربایجان به ویژه در پیرامون های ارومی رخ داد و نظام الملک پروای آنها نمی داشت. از این رو آزردگی می نمودند. نیز آگاهی های از تهران می رسید که سید محمد یزدی و دیگر بدخواهان جنبش آزادی که از تبریز بیرون رانده شده بودند در تهران پیرامون شاه را گرفتند. همچنین ساعد الملک که در نتیجه گلمندی اردبیلیان انجمن پافشاری نمود، او را از حکمرانی برانداخت، در تهران وزیر مخزن گردیده. اینها مایه دل آزردگی می شد ولی خاموش می ایستادند. روز سه‌شنبه 15 بهمن 21 ذی‌الحجه نامه‌هایی از تهران رسید که پیشامدهای دلازار بازپسین را از دژرفتاری پسر سپهدار با شیخ محمد و دیگران و بی‌پروایی شاه با مجلسیان و نخواندن آنان به تاجگذاری و پافشاری او برای نگهداری بلژیکیان و نپذیرفتن وزیران پاسخدهی را در برابر مجلس و مانند اینها آگاهی می‌داد. اینها سران جنبش را بشورانید. اینان خواست محمد علی میرزا را از آن رفتار نیک دانستند و آنچه در پس پرده می بود دریافتند و این بود خاموشی را کنار گذارده به کار برخواستند. بدین سان که روز چهارشنبه 16 بهمن 22 ذی‌الحجه یک دست از مجاهدان و انجمن در آمده با نمایندگانی که در آنجا می بودند به گفتگو برخواستند و تندی ها نمودند که چنان پیش آمدهای ناگاه می باشند و بی‌پروایی می نمایند. کم کم آگاهی به نمایندگان پیشوران رسیده، همگی در انجمن گرد آمدند. همچنین مردم چگونگی را شنیده و بازارها را بسته رو به آنجا آوردند. میرزا جواد ناطق نامه ها را بازخواند و خود سخنانی گفت. مردم به شور و فریاد برخاستند، کسانی ناله و گریه می نمودند و کسانی زبان به نفرین و بدگویی می گشادند. از هر سو هم همه و غوغا شنیده می شد. مردم تو گویی یک چیز بسیار گرانمایه از دست دادند و بیتابی ها می نمودند. در این میان علما و ملایان را نیز یکا یک می آوردند و چون همگی گرد آمدند واعظان به خاموش گردانیدن مردم کوشیدند و پس از گفت و شنید چنین نهادند که فردا در تلگراف خانه گرد آیند و کسانی را از تهران به پای تلگراف خواسته گفتگو کنند. تلگرافی از انجمن به کسانی از نمایندگان مجلس فرستاده شد. همچنین علما تلگراف به دو سید کردند. تلگراف اینان را در پایین بیاوریم. خدمت حضرات آقایان حجاج الاسلام دامت برکاتهم. امروز پاره مکاتیب از تهران به جمعی از اهالی تبریز رسیده و معال همه آنها این است که اعضای محترم دارالشورای ملی تهران دلتنگی از عدم پیشرفت امورات مشروطه دارند و اعلی حضرت همایونی را موافق نمی دانند و به این واسطه اهالی تبریز تماما مشوش و بازار بسته و هنگام است.
اهالی دولت را مشروط دانسته و تمکین تمام داشتند. این اخبارات موحشه اسباب هیجان عمومی شده. اعضای انجمن تبریز به اعضای دارالشورا اطلاع دادند که فردا پنجشنبه 4 ساعت از دست گذشته در تلگرافخانه حاضر شوند تا مخابره حضوری بشود. این است که متمنا هستیم که حضرات حجج الاسلام نیز در ساعت مزبوره شرف حضور داشته باشند که دعاگویان نیز حاضر شده مخابره و مشاوره حضوری نماییم. عموم حجج تبریز. فردا پنجشنبه علما و نمایندگان انجمن و سران جنبش در تلگرافخانه گرد آمدند. مردم نیز بازارها را باز نکرده در حیات تلگرافخانه و آن پیرامونها انبوه شدند که چگونگی را بدانند و در این میان از شور و خروش باز نمی ایستادند. کسانی از کوشندگان دسته از بچگان پدید آورده و جمله های شورانگیز به آنها یاد می دادند که به ترکی بگویند. اینها همه برای تندگردانیدن سهش ها و فزودن به پافشاری مردم بود. سخنگویان از شاد روان شیخ سلیم و میرزا حسین و میرزا جواد پیاپی سخنها می گفتند و مردم را به آرامش و پافشاری وامی داشتند. پس از پیش آمد بست نشینی چنین جوش و جنبشی در تبریز برنخواسته بود. با تهران گفتگو آغاز گردیده و این شگفت که از آنجا همه خون سردی و دلاسودگی نشان می دادن و این بیم و جوش تبریز را بی انگیزه و بی جا می شمردن. رویه های برخی از تلگراف ها چون در دست می باشد در اینجا می آبدیم. تهران خدمت آقایان دام اجلال هم تلگراف انجمن مقدس زیارت شد. فوری به تلگراف خانه آمده فرستادم جناب مستطاب عجل سعد الدوله و آقای مرتضوی و جناب حاج امین الزر تشریف بیاورند. جناب آقای سید حسن تشریف دارند. هنوز آقایان نرسیدند. قصد چیست و اسباب اغتشاش کی؟ به نظر بنده این گونه اقدامات مانع پیشرفت مقصد اصلی و تعویق امور صلاح عامه که در نظر است خواهد بود. محمد اسماعیل تقی‌زاده. تبریز اولاد نهایت تشکر امتنان از زحمات جنابان عالی داریم. اجالتاً خواهشمندیم نهایت فوریت جمعی از آقایان دارالشورای کبرا حاضر فرمایید. جنابان حجج الاسلام تهران فرمودند که تشریف فرمای تلگراف خانه شوند. مرحمت فرموده آقایان حجج الاسلام را هم اطلاع دهید مرحمت فرمایند که آقایان علما منتظر تشریف دارند. عمده اقتشاش به واسطه سست بودن مجلس شورای کبرا و عدم پیشرفت مقاصد وکلا و بعضی مطالب که با حضور عموم عرض می شود. انجمن ملی تهران حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای آقا سید محمد مشتهد دامت برکاتو تشریف دارند و جناب حاج سید مرتضی آقا حاضرند. وکلای محترم آذربایجان فردا جمعه 16:00 مانده وارد خواهند شد. بعضی از اعضای محترم مجلس شورا هم اطلاع دادم الان تشریف بیاورند. مطالب لازمه را بفرمایید. محمد اسماعیل تبریز مستدعیست از آقایان حاضرین تلگراف خانه می باشیم که اسامی آقایانی که تشریف دارند مخابره بفرمایید که مطلع شویم. علمای تجار عموم اهالی انجمن ملی تهران آقایانی که تشریف حضور مبذول فرموده اند حضرت مستطابان حجج الاسلام آقای آقا سید عبدالله و بندگان آقای آقا سید محمد مجتهد دامت برکاتهم جناب مستطاب عجل سعد الدوله جناب حاجی سید مرتضی حاجی امین الزر جناب حاجی معین التجار جناب تقی‌زاده جناب مشارالملک نواب و والا اسدالله میرزا محمد اسماعیل تبریز آنچه عرض می شود تماماً گفته جمیع ملت است که دیروز بازار را بسته و انجمن مقدس اجتماع نموده صراحتاً می گویند و واضح جواب می خواهند. اولاً در عدم پیشرفت امورات و کارهای شورای کبرا مانع کجاست و سبب چیست
ثانیاً در حالتی که شورای کبرا حق دارند از کلیه کارها با خبر و مداخله داشته باشند، سبب چیست که از اغلب کارها بی اطلاعند؟ مثل تاجگذاری، تعیین ولایت عهد و عزل و نصب حکام و دادن بعضی کارهای عمده و اشخاص غیر صحیح و مسئول نداشتن وزرا خودشان را و عدم اجرای بعضی از اصول نظامنامه اساسی و فتور در کارها و غیره که اینها اسباب یأس و هیجان ملت شده است. مجتهد و جناب حاجی میرزا محسن آقا سقط الاسلام و شیخ الاسلام و علما و تجار و عموم ملت. تهران، خدمت علمای اعلام و سایر آقایان و تجاری که در تلگراف خانه مبارک هستند عرض می شود. بر حسب احضاری که نموده بودید، اقل العلماء به اتفاق جنابان حاج سید مرتضی آقا و حاجی محمد اسماعیل آقا و تقی‌زاده زید الزهام در تلگراف خانه حاضریم و برای استحضار شما زحمت داده می شود که آنچه از تهران برای شما نوشتند خلاف محض و کذب صرف است. اعلی حضرت همایون شاهنشاهی خلد الله ملکه و دولته نسبت به مجلس مشاوره ملی کمال مساعدت و همراهی را دارند. آنچه شاهنشاه مبرور البس الله للال نور در باب مجلس و موجبات آسایش عامه نوشته و دستخط فرمودند، اعلی حضرت همایون امضا فرمودند و با کمال عدل و نسبت برای تمهید انتظام امور و ملک و مملکت غایت مجاهدت و مرحمت دارند، خیالات شما تماما بی‌مأخذ است. بهتر این که همگی بر سر کار و کسب خود رفته به اغتشاش ولایات راضی نشوید و آسوده باشید که انقریب آثار مرحمت و توجهات همایونی ظاهر و عامه مردم آسوده خواهند شد. مجلس مشاوره تهران نیز در کمال انتظام همه روزه منعقد و عموم منتخبین مشغول جرح و تعدیل امور عمومی هستند. محمد ابن صادق الحسینی طباطبایی. تهران، خدمت علمای اعلام و آقایان تجار محترم متوقفین تلگراف خانه مبارکه عرض می شود، به طوری که تلگراف کرده بودید، اقل العلماء به اتفاق جنابان حاجی امین الزرد و حاجی معین تجار و سایرین در تلگراف خانه حاضر هستیم و همان قسمی که حضرت مستطاب حجت الاسلام آقا سید محمد مجتهد طباطبایی سلام الله تعالی مرقوم فرموده هند، آنچه شنیده اید خلاف محض و دروغ صرف است. بندگان اعلی حضرت همایونی با کمال مراقبت و نسبت در انتظام امور کافه مردم مملکت نهایت مساعدت و مرحمت را دارند و مخصوصا با فرط مساعدت در پیشرفت امور مجلس ملی توجهات کامله مبذول می فرمایند. چنانچه امتیازنامه بانک ملی را دو روز قبل به شرف امضای مبارک موشح فرمودند که بر حسب خواهش عامه تجار و حالی منظور عمده هم صورت وقوع حاصل گشت. در این صورت ابدا جای این تصورات نیست و بلکه باید عامه مردم متشکر بوده امروزه در مساعدت با وظایف بانک ملی کمک نمایند. پس بهتر این است که فوراً با کمال آسایش و خیال بر کسب و کار خود رفته منتظر ظهور توجهات کامله ملوکانه و نظم امور عامه باشید. دایی عبدالله الموسوی البهبهانی. درخواست های هفتگانه تبریز. از این تلگراف ها نیز پیداست که چنان که گفتیم در تهران خواست محمد علی میرزا را در نمی آفتند و معنی آن رفتار او را با مجلس نمی دانستند و شگفت‌تر آن که دو سید باز خوشگمانی می نمودند. تبریزیان هفت چیز را پیشنهاد می کردند که به دستیاری مجلس از شاه خواسته شود. ما همان نوشته آنان را می آوریم. 1. شخص همایونی باید دستخطی برای اسکات عامه صادر نماید که دولت ایران مشروطه تام است. 2. عدد وزرای مسئول فعلا از 8 متجاوز نیست و هرگاه بعدها تشکیل یک وزارتخانه لازم گردد به امضای مجلس تشکیل داده خواهد شد. 3. از این و بعد از خارجه وزیر نباید معین و مقرر شود. 4. در هر ولایات و ایالات به اطلاع مجلس شورای ملی انجمن محلی برقرار باشد.
5. وزرای افتخاری ابدا نباید باشند، یعنی اسم وزارت به جز بر 8 وزیر مسئول در دایره دولت نباید برده شود. 6. عزل موسیونوز و پریم و توقیف لابروس رئیس گمرکخانه تبریز فوری لازم است. 7. عزل ساعد الملک. از 1 تا 5 چیزهایی است که می‌خواستند دولت بپذیرد و در قانون اساسی آورده شود. برای استواری مشروطه و درستی آن، اینها را در بایست می‌شمردند. از آن سوی هر یکی از اینها پیشرفت یک خواستی را در بر می‌داشت. 1. برای جلوگیری از اندیشه‌ای بود که محمد علی میرزا درباره مجلس می‌داشت و چنین می‌خواست که آن تنها برای قانون‌گذاری باشد و مشروطه به معنی درست خود که در کشورهای اروپا می‌بود به ایرانیان داده نشود. 2. نیز برای استواری کار مشروطه و مجلس بود. 3. را برای کوتاه گردانیدن دست بیگانگان می‌خواستند. 4. برای جلوگیری از خودسری حکمرانان بود و چنین می‌خواستند که در همه شهرها رشته در دست خود مردم باشد تا حکمرانان نتوانند با دستور محمد علی میرزا کارشکنی‌هایی کنند. این را خود تبریزیان به کار بسته و چنان انجمنی برپا گردانیده بودند و می‌خواستند در همه جا آن باشد. اما درخواست‌های 6 و 7 برداشتن نوز و دستیار اوپریم یکی از آرمان‌های آزادی‌خواهان گردیده بود و خود ماندن آنان بر سر کار پس از آن همه بدخواهی‌ها مایه ننگی شمرده می‌شد. بازداشتن لاپروس برای این بود که او دزدی‌های کرده با آهنگ گریختن از ایران می‌داشت. ساعد الملک را نیز دیدیم که دور رانده انجمن می‌بود و این به تبریزیان گران می‌افتاد که به سر کار باشد. روز پنجشنبه با این تلگراف ها به پایان رسید. امروز تلگراف نمایندگان هفتگانه از قزوین آمد که از آنجا به آهنگ تهران روانه می گردند. در راه گیلان دچار برف گردیده و دیر کرده و کنون پس از 1 ماه به قزوین رسیده بودند. از آن سوی از تهران آخرین پاسخ این بود که چون فردا نمایندگان آذربایجان می رسند، درخواست های شما را با بودن آنان گفتگو کرده پاسخ دهیم. بدین سان مردم پراکنده شده به خانه های خود رفتند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید.